رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از متحدان غربیش به ویژه آمریکا انتقاد کرده که چرا در واکنش به انفجار آنکارا هنوز حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه را تروریسم معرفی نمی کنند. همزمان وزارت خارجه ترکیه هم روز جمعه سفیران 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در جریان تحقیقات درباره انفجار آنکارا گذاشت. این موارد در حالی رخ می‌دهد که گلوله باران مواضع حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در شمال حلب توسط ارتش ترکیه همچنان ادامه دارد. همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، بیشتر از صحبت‌های امروز آقای اردوغان بگو که چرا ترکیه اینقدر اصرار داره که کشورهای غربی حزب اتحاد دموکراتیک رو یک گروه تروریستی معرفی کنن؟ نگار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز بعد از شرکت در نماز جمعه چند دقیقه با خبرنگاران صحبت کرد، بار دیگه از کشورهای غربی و مشخصا از آمریکا انتقاد کرد که چرا هنوز هم به رغم اینکه مشخص شده به گفته او که بمب‌گذاری آنکارا توسط حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه انجام شده، این گروه رو تروریست نمی‌شناسند. آقای اردوغان گفت که عصر امروز قرار هست تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صحبت بکنه. گفت در این صحبتاش میخواد از آمریکا انتقاد بکنه که چرا به این گروه سلاح میدن. سپاس سلاحایی که به حزب اتحاد دموکراتیک دادند، اونها این سلاح‌ها رو در حال حاضر علیه ترکیه به کار میگیرن. و همچنین گفت که انتظار داره که متحدین ترکیه این گروه رو که علیه ترکیه است به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بکنند. جدا از این، ترکیه داره تلاش‌هایی رو به عمل میاره که کشورهای اروپایی هم و قدرت‌های بزرگ جهان، حتی جدا از کشورهای اروپایی برخی کشورهای دیگه که در عرصه سیاست بین‌المللی مؤثر هستند رو قانع بکنه که این گروه از کردهای سوریه رو که در مناطق شمال و شمال شرقی سوریه حاکمیت رو در دست دارن به عنوان یک گروه تروریستی بشناسند. در همین راسته امروز فریدون سنیرلیوغلو معاون وزیر خارجه ترکیه با سفرای 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در آنکارا گفتگو کرد. به گفته خودش اسنادی رو ارائه داد، از اینکه اسناد دادستانی رو از دستگیری 17 تن در ارتباط با این بمب گذاری که در 7 استان کشور دستگیر شدند. در هر صورت در حال حاضر ترکیه داره سعی میکنه که در این زمینه موفق بشه، دیپلماسی خودش رو به کار گرفته. دو نظر مهم هست که حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه وارد لیست تروریستی کشورهای اروپایی و آمریکا بشه. یکیش این که دیگه این کشورها به این گروه کمک‌های تسلیحاتی و پشتیبانی سیاسی نخواهند کرد، و دوم این که ترکیه هم دستش باز خواهد بود برای عملیات برون مرزی علیه این گروه به دلیل آنچه که تهدید علیه امنیت ملی خودش در فراسوی مرزهاش توصیف میکنه. و این سوال هم خیلی سریع بپرسم که علی، چقدر این گلوله باران مواضع حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه در شمال حلب مؤثر بوده از اینکه جلوگیری بکنه از پیشرفت کردها به سمت شمال غرب سوریه؟ خبرهایی که میاد نشون میده که مؤثر بوده. در 4 روز گذشته دیگه هیچ پیشروی دست کم در شمال حلب صورت نگرفته. قبل از اون طرفت ماره منخ و اعزاز هم به کنترل کردها در اومد، ولی بعد از این گلوله باران به نظر میسی که متوقف شده. و جدا از این، صدها پیکارجوی جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه و همچنین احرار و شام به منطقه اعزاز رسیدن. طبق ویدیوهایی که خودشون در توییت منصوب به احرار و شام منتشر کردن، به زودی قرار هست که جنگ گسترده‌ای در اون منطقه علیه کردها شروع بشه.